21 سال پیش منم مثل شما عزیزانی که اینجا هستید وقتی دعایی شد برای دخترم با ایمان فقط قبول کردم و فرداش دخترم سلامتیشو گرفت، شفاشو گرفت. امروز دعا میکنیم و فردا شاهد بر این هستیم که خداوند ایران ما رو نجات میده. اینجا هستیم در کنار هم تا بتونیم مراسم شام خداوند رو داشته باشیم، مطابق آنچه که هر ماه آخر ماه انجام میدیم یا اول ماه در حضور خداوند باشیم. اجرای مراسم شام خداوند و یا عشای ربانی برای ما مسئولیتی را ایجاد میکند که متعهد میشیم. متعهد به چی میشیم؟ باید بدونیم حقیقتا ما به چه چیزی متعهد هستیم. کاری که انجام میدیم آیا فقط این هست که زمان عشای ربانی آنچه که مسیح اعلام کرد که به یاد بیاوریم، یعنی ما بریم کلیسا و وقتی رفتیم وارد کلیسا شدیم یه دعایی میشه، دو تا سرود میخونن و بعد یه آب انگور با یه تیکه نون هم ما میخوریم. ما تو ایران که بودیم به ما شراب میدادن، اینجا خب میگن به دلایلی شراب نمیدادن، ولی خب ما اونجا شراب میخوریم، شرابی که براش دعا میشد و شراب استفاده میشد. کلام خداوند هم صحبت از شراب میکنه. حالا به دلایلی ما اینجا تو کلیسا اجازه نداریم شراب بدیم. شاید بریم ایران با فیض خدا شراب میدیم ما زمان عشای ربانی، شرابی که براش دعا میشه. اما موضوع شراب و آب انگور نیست، موضوع خیلی مهمتر از اینها هستش که خداوند اعلام کرده ما به یاد بیاوریم. اگر نمیاییم اون نان رو، اون شراب رو، اون آب انگور رو میخوریم و بعد میریم دوباره وارد زندگی گذشته خودمون میشیم، که این تدبیری نبود که مسیح به خاطرش روی صلیب بره. شخصی بلیت سینما میگیره میره، دوباره میاد دوباره بلیت میگیره، دوباره میره میاد 7-8 دفعه، بعد بلیت فروش میگه چی کار داری میکنی، چند بار بلیت میگیری تو؟ میگه هر چی میگیرم میدم به اون آقایی که دم ورودی سینما وایساده پاره میکنه، خب دوباره میام میگیرم. ولی وقتی ما درک نکنیم موضوع رو، چه بسا از این کارا میکنیم، فکر میکنیم خب حالا چرا ماهی یه دفعه عشا بگیرم، هر روز هر ساعت عشا بگیرم، چیز بدی نیست. اما وقتی ادراک درش نیست، ما دوباره توی دامنه مذهب گرفتار شدیم. اما چگونه هست که ما متعهد میشیم؟ در انجیل متی 26 الی 28 این گونه اعلام میکنه: و چون عیسی خوراک را میخورد، عیسی نان را گرفته برکت داد، یعنی جاودانش کرد، آنچه را که از دست مسیح میگیری همیشگی هست، تاریخ انقضا نداره، آرامشت، سلامتیت، نجاتت، شادیت همیشگی خواهد بود. میگه برکت داد و پاره کرد، منظور قربانی کردن هست، بهای آن گناه ما رو داد، بهای گناه هر کس که به مسیح ایمان می آورد. داره مسیح اعلام میکنه که این بها داده خواهد شد به شاگردان. ما شاگردان هستیم عزیزان برای مسیح. شاگرد یعنی شکل،
و در متی 5:48 کلام خدا اعلام میکنه شکل خدا شوید، نه شکل آخوند و کشیش و اسقف و خاخام، شکل خود خدا بشیم. و در پیدایش 1:26-28 هدف خلقت برای این بود که انسان شکل خدا بشه. از این رو هستش که خدا بابای ما هست یا مادر. ما میدونیم خدا نه پدره نه مادره، بلکه برای درک ماست که از این واژه استفاده میکنه. در کتاب اشعیا خدا مثال مادر رو به خودش میزنه. پس موضوع دلسوزی و مسئولیت هست. میگه به شاگردان خود داد درس، گویا یه چکی هست که شما، یه چک به مبلغ 100,000 دلار یک نفر بهتون میده، ولی پول نیست. تا مادامی که نری توی بانک اون رو وصول کنی شما براتون پول نیست، اما چک تو دسته. عیسی مسیح با مراسمی که اون شب انجام میده داره چک آزادی همه ما رو مینویسه. همون گونه که ما اینجا هستیم تا به فیض خدا چک آزادی کشور عزیزمون ایران رو بنویسیم. با همین دعا این رو باید دریافت کنیم، چون شاگردان شاید اون زمان درک نکردن، اما ما امروز روح القدس رو داریم و به راحتی میتونیم درک کنیم. و میگه و گفت بگیرید، یعنی تعلیم بگیرید. پس اولین قلم روی موضوع اهمیت اشعای ربانی تعلیم هست. تعلیم بگیرید و میگه بخورید، تشویق میکنه. دیدیم بچه ها وقتی در این بزرگ شدن هستن، در این رشد هستن، مسلماً خودشون تمایل دارن شیر بخورن و کم کم بزرگ میشن دوست دارن شکلات و بستنی بخورن، اما والدین اونها رو تشویق میکنن خوراک بهتر بخورن. حالا مسیح ما رو تشویق میکنه نسبت به کلام خدا، نسبت به پوری روح القدس داره مشوق ما میشه و اعلام میکنه و بگیرید و بخورید، تعلیم بگیرید و تشویقتون خواهم کرد. این است بدن من، یعنی حیات نیکوی خدا. تمام نیکویی ها در او هستش. یک ایماندار به عیسی مسیح به خوبی میدونه که امید جاودانه در قلبش زندگی میکنه. هرگز نگران و ترسان نمیشه، هرچند مشکلات هست، اما به خوبی میدونه کجا بره تغذیه امید رو بگیره. میگه این است بدن من، و پیاله را گرفته شکر نمود. تایید نیکویی هست شکر کردن. حتی اگر کلام خدا از ما میخواد توی مشکلات و سختی ها شکر گذاری کنیم، دال بر این نیست که مشکلات و سختی ها به باعث آزار ما نمیشه. حتما میشه. در شکر گذاری من اعلام میکنم که خداوند تو مشکلات و سختی های مرا به نیکویی تبدیل خواهی کرد، باعث خیریت خواهد شد. این ایمان در دل من هست، چرا که میدانم خدای من خدای نیکوه. خدای قصاص نیست، خدایی نیستش که میخواد بر من داوری بد بکنه. اون کاملا من رو میشناسه. این است بدن من، و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داد و گفت همه شما از او بنوشید. از چی؟ از اون شراب. شراب به نوعی سمبل روح القدسه. درست خون مسیح هست، اما روح القدس هست که باعث شادی و نشاط خواهد شد. در اولین معجزه عیسی مسیح این بود که آب رو به شراب تبدیل کرد، و میگه مهمانان شادی خاصی داشتن. حتی اونا که مست شده بودن انگار سرحال شدن، گفتن اه تمام مهمونی ها این گونه است که شراب خوب اول میارن، اما اینجا چگونه است که شراب خوب آخر آوردن؟ چون مثل که سرحال شده بودن، مسیح پریده بود ازشون و تو اون موقعیت خستگی نبودن. اعلام میکنه، گفت همه شما از اون بنوشید. پس تبعیض نیست. عیسی مسیح برای همه ملت ها اومده، برای تمام قوم ها اومده، برای تمام بشریت اومده. در هر موقعیتی که هستن، حتی گناه آلودترین افراد، حتی اگر هیتلر قبل از این که خودکشی بکنه توبه میکرد، هرچند باید مجازات میشد روی زمین، اما خدا گناه او رو میبخشید، چرا که تحت پوشش خون مسیح این بخشش بود. اعلام میکنه زیرا که این هست خون من که در اصل کفاره گناهانه. خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته میشود. در ابتدا ما داشتیم تعلیم، تشویق، در رابطه با شراب تقویت هست که روح القدسه، و در رابطه با کفاره گناهان که آمرزش گناهان میشه توبیخ هست. یعنی چهار اصول رو ما باید رعایت کنیم. وقتی که نزدیک سفره خداوند میشیم،
به چهار اصول باید نگاه کنیم. من آمدم اینجا در این یادآوری تعلیم بگیرم، تشویق بشم از روح خداوند و تقویت بشم به توسط قوت روح القدس، و نیز اگر گناهی کردم توبه کنم، چون توبیخم هست که میخونیم کلام خداوند رو نسبت به این موضوع توبیخ که چگونه هستش. پس یادگاری شام خداوند چهار نکته مهم نهفته هستش که قسمت اول میخوام به تعلیم اشاره کنم. آیا همه شما بروشور دارید؟ اونا که بروشور ندارن دستاشون بره بالا لطفاً. بله لطفاً بروشور به عزیزان بدید، سپاسگزارم. بنابراین یادگاری خداوند به چهار اصل که برای زندگی سالم و ایمان ما لازم هست به اون اشاره میکنه. یوشع 1:8 اگر براتون مقدور هست، هر کسی میتونه بعد از بهروز میخواد شما بخونید، بله لطفا بخونید، ممنون میشم. یوشع 1:8 تعلیم رو به ما میآموزه که از کلام خدا این تعلیم رو بگیریم که باعث برکت زندگی ما بشه. بله بفهم. این کتاب تورات را از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. آمین. متوجه شده، پس درک عمیقی از کلام داشته باشیم تا مبادا اگر ما یک موعظه‌ای میشنویم، مطلبی رو میشنویم، بلا فاصله بگیم این درست میگه. نه، مراجعه کنیم به کلام خداوند. چرا؟ بله زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آمین آمین. میتونیم برای این کلام خود دست بزنیم، چون برای همه ما هستش. در کتاب خروج 18:20 اعلام میکنه فرایض و شرایع را، یعنی شریعت را به دیشان تعلیم ده. این رو خداوند داره میخواد از موسی. و طریقی را که بدان میباید رفتار نمود و عملی را که میباید کرد به دیشان اعلام نما. پس تمام کلام خداوند اشاره برای یک زندگی سالم، یک رابطه چهارگانه خوب، انسان با خدا، فرمول خب لازم داره، این هست که بتونه تعلیم بگیره از خود کلام خداوند. حتی توی زمانهای مشکلات و سختی ها همه ما تجربه کردیم. اگر شما برفرض یک بار پلیس شما رو بگیره و 500 دلار جریمتون کنه، نمیخواید بدونید چرا 500 دلار جریمه میشید؟ حتی اگه 1 دلار هم جریمه بشیم ما دوست داریم بدونیم آخه برای چی داریم 1 دلار رو میدیم جریمه میشیم. غیر از این هستش بی تفاوت نخواهیم بود. از این رو موقعی که ما تو مشکلات و تو سختی هم قرار میگیریم، کنجکاو بر این میشیم، مگه ما چه کار کردیم تو این مشکل افتادیم؟ چی بوده؟ چه دلیلی داشت که من در این سختی ها باشم؟ ایوب نیز این گونه فکر میکنه. در کتاب ایوب 6:24 میخونیم، اعلام میکنه مرا تعلیم دهید و من خاموش خواهم شد. زمانی که میفهمم، درک میکنم چرا توی این مصیبت قرار گرفتم. مرا تعلیم دهید و من خاموش خواهم شد و مرا بفهمانید که در چه چیز خطا کردم. آقای پلیس، من چه اشتباهی رو کردم که دلیل جریمه من شده؟ همه ما این کنجکاوی رو داریم که چگونه باید نسبت به این موقعیت عمل کنیم. در مزمور 143:10 میخونیم که اعلام میکنه تو خدای من هستی، مرا تعلیم ده تا اراده تو را انجام دهم، روح پاکت مرا به راه راست هدایت فرماید. پس من هم به توسط کلام خداوند و هم به توسط روح القدس میتونم یاد بگیرم روش زندگی رو. و همون گونه که هممون میدونیم انسان آفریده شده تا بیاموزد، تا تعلیم بگیره، اگر نه هیچی نخواهیم شد، هرگز چیزی نمیشه. توماس ادیسون اعلام میکنه هیچگاه اثرات خوب تعلیم و تربیت مادرم را از دست نخواهم داد. چرا؟ چون در ذهنش هست. سلیمان میگه فرزندان خودت رو نیکو تعلیم بده اما نگران نباش،
اگر منحرف شدن یک روزی برمیگردن. نمونهش پسر گم شده است. پسر گم شده رو پدر به زور نگه نداشت در خانه. وقتی گفت من ارثم رو میخوام، سهمم رو بده میخوام برم، پدر میدونست آزادی حق هر انسانی است که در ابتدا خدا به انسان داده. برای همین هستش که وقتی که ما درک درستی داریم، حکمت و خرد داریم، نسبت به خودمون و دیگران طالب آزادی هستیم، بی تفاوت نیستیم، چون میدونیم روحی که خدا ما داده روح آزاد هست و به دنبال آزادی میگرده. پس در همین مسیح نیز میتونیم به راحتی قدم برداریم و عیسی مسیح نیز مشوق ماست تا از او تعلیم یابیم. در انجیل متی 11:29 اعلام میکنه از من تعلیم بگیرید. در انجیل لوقا 4:31 واکنش مردم و حتی مخالفین رو این گونه میگه، میگه از تعلیم او در حیرت افتاده، زیرا که کلام او با قدرت بود. چون کلام او کلام خدا بود. در کلام خداوند مزمور 9:33 میخونیم که میگه خدا گفت و شد. کلام مسیح این گونه بود و این کلام نیز همین گونه است و دعای من و تو که به مسیح ایمان داریم همین گونه هست. از این رو هستش که ما 1 سال خورده‌ای هستیم برای سرنگونی دعا میکنیم. درسته که 40 سال مردم ما مبارزه کردن، اپوزیسیون مبارزه کرده، اما حقیقتاً در این 1 سال خورده‌ای ببینید چقدر اتفاقا داره میافته. تازه ما یک کلیسا هستیم، هرچند خیلی ها روی فیسبوک با ما هستن، روی اینستاگرام با ما هستن، روی شبکه با ما هستن، توی ایران با ما هستن، ولی به ندرت من کلیسایی رو، هنوز کلیسایی ندیدم که برای سرنگونی دعا کنه، چون نگران هست. اگر امروز وقت بشه حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت که چرا ما اعلام سرنگونی میکنیم. نکته دوم تشویق هستش. همه ما باز به خوبی میدونیم بهترین فرزندان فرزندانی هستن که توی خانواده والدین اونها رو با تشویق بزرگ میکنن، چرا که صاحب یک امیدی میشن که مبادا توی مشکلات و سختی ها بیفتن و خورد بشن. یک مثال عبری نیز اعلام میکنه تشویق تب زندگی هست، حرکت زندگی هست، دلیل پیروزی ها میشه. همه ما که به مسیح ایمان آوردیم به توسط کلام خدا و همچنین روح القدس در سختی ها در مشکلات تشویق میشیم. چگونه تشویق میشیم؟ انجیل پر از تشویق های مسیح است. ما تشویق میشیم که خداوند ما را هرگز رها نمیکنه. انجیل متی 28:19 توی مشکلات و سختی ها اگر قرار بگیریم همه اونها به خیریت تبدیل میشه. رومیان 8:28 در برابر دشمن خدا از ما حمایت میکنه. رومیان 8:31 در نام عیسی مسیح دعا میکنیم و اجابت خواهد شد. یوحنا 14:13-14 اعمال رسولان 4:12 متی 10:9 لوقا 10:9 و پر از آیات بسیار مشروط بر این که به یاد بیاریم کار خداوند رو، همون گونه که شما عزیزان اینجا هستید و به یاد می آورید. نکته سوم تقویت هست که در اعمال رسولان اعلام میکنه تقویت ما به توسط روح القدس هست، همون شرابی که مثالی هستش. ممنون میشم اعمال رسولان 1:8 هم بخونید برادر عزیزم. لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت. چون روح القدس بر ما میاد این قوت، این قدرت، این اقتدار رو ما خواهیم داشت. بدون روح القدس نگرانیم، میترسیم، شک داریم. برای همین عرض میکنم ما که مسیح ایمان میآوریم مذهبی نیستیم. مذهبیان به دنبال سایه‌ان، اما حقیقتا ما آنچه را که درست هست رو به توسط روح القدس خواهیم دید. ما میبینیم که در نام عیسی مسیح نظام اسلامی سرنگون خواهد شد. این نگاه ماست، این رویای ماست. ما الکی حرف نمیزنیم، ما ایمان داریم که سرنگون میشه و ایران ما آزاد خواهد شد. و چه مردان و چه زنانی هستن که خدا استفاده میکنه برای آبادانی کشورمون. ناسیونالیستی فکر نمیکنیم. ایران که آزاد میشه، خدا به توسط ایران کشورهای خاورمیانه که به اسارت مذاهب دروغین رفتن، خدا با محبت لشکر خودش رو میفرسته اونجا، با عشق و محبت، نه با شمشیر نه با تفنگ، با محبت، همون گونه که من و شما به مسیح ایمان آوردیم. آنان به یهوه خدای محبت ایمان خواهند آورد. بله بفرمایید خواهش من. و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. آمین آمین.
در رومیان 14:17 میخونیم، افسسیان 5:18 میخونیم و فیلیپیان 4:13 میخوانیم که این قدرت، که این تقویت از خود مسیح نشأت میگیره. فیلیپیان 4:13 اعلام میکنه: قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میکند. قوت من میشه. مولوی میگه: گر به غم عشق تو نسپارم دل، دل را چه کنم؟ بهر چه میدارم دل؟ اگر از مسیح این محبت و این عشق رو نگیرم، کجا برم که باعث امیدم بشن، نه تنها برای آزادی کشورم، برای آزادی خودم، برای موقعیت زندگیم، برای بچه هام، برای خانوادم، برای رابطه هام، من کجا این قوت رو میگیرم؟ چرا ما ایرانی ها با توجه به این که به خاطر اتفاقی که در طول 40 سال افتاده در کشورمون، ما باید مذهب زده و خدا زده بشیم، اما وقتی با مسیح ملاقات میکنیم، ما عاشق مسیح میشیم، ما به دنبال مسیح میریم، حتی میریم خبر خوش نجات رو دوست داریم به همه برسونیم، اکتفا نمیکنیم مثل ما اکتفا نکردیم به یک کلیسا، ما اکتفا به یک تلویزیون نکردیم. رویای ما آزادی ایران هست برای ایرانی ها. چرا؟ میدانیم ایرانیان هم مثل گذشته ما خدا دوستن، اما خدا شناس نیستن و به توسط مسیح هستش که میتوانن با خدا آشنا بشن و شناخت درست به خدا رو داشته باشن. نقطه چهارم توبیخ هست. توبیخ تعلیم سخته و یا جریمه در برابر نادرستی، نافرمانی، ناخردی میباشد. درست ماننده بازم مثال لایسنس و گواهی نامه رو میخوام بزنم. زمانی که ما میخواییم رانندگی بکنیم، احتیاج داریم در هر کشوری که هستیم لایسنس داشته باشیم، گواهی نامه داشته باشیم، از نظر قانونی به هر حال میریم امتحان میدیم. اون لایسنس و اون گواهی نامه‌ای که ما میگیریم، این تشویق دولت هست، ما رو تشویق میکنه، به ما مجوز میده که ما میتوانیم رانندگی کنیم. اما بعدش قانون هست، حتی آزادی قانون خودش رو داره، بعدش قانونه، چرا قرمز رو نمیتونی پس کنی، بیشتر از 35 مایل توی این خیابونا که نوشتن نمیتونی بری، توی اتوبان بیشتر از 65 مایل نمیتونی بری، هر کجای قانون خودش رو داره. و اگر ما قصور کنیم و اونجا خلاف کنیم، ما جریمه خواهیم شد و این جریمه هرچند باعث تلخی ما میشه، اما برای من و برای دیگران نیز امنیت میاره. پس توبیخ در کنار تعلیم، در کنار تشویق، در کنار تقویت نیز قرار میگیره. متاسفانه در روزگاری هستیم که وقتی که کلمه این مانند دموکراسی میاد، که خب منم دوست دارم، همه نو پسند هستش، سخن توبیخ رو در برابر خطاکاران سعی میکنی یک قانون نرم نشون بده. برای همین هست میبینیم اروپایی‌ها چگونه به اسارت گرفته میشه و اون امنیتشون رو دست میدن در برابر تروریست‌های اسلامی و هر قصه دیگه که باشه، که هر کاری رو که میکنن میگن نهایتاً چند سال میریم زندان بعد آزاد میشیم. خب میریم، حالا اونا که ایدئولوژیشون این هست که کشتن بشه، میرن بهشت، یه جایی هستش که بهشون خوش میگذره، ولی حتی اونگونه هم فکر نکنن، خب اون دموکراسی بهشون این اجازه رو داده. مخالف دموکراسی نیستم، اما موافق اینم نیستم که توبیخ رو از موقعیت یک زندگی سالم برداریم. تعلیم، بشنوم، تشویق، تقویت و توبیخ هم باید باشه. فراموش نمی کنم چندی پیش، حالا اجازه بدید اسم اون شخصا نگم، بگم همه تون می دونید، داشتم رانندگی می کردم، دیدم یک نفر زنگ زد به یکی از این عزیزانی که روانشناس خودشو معرفی می کنه، در اصل خدا شکر برای وجودشون، خانمی بود، گفتش که بچه کوچیکی دارم کنار من هست، هر بار که رانندگی میکنم این پیرن شکم من رو میزنه بالا، انگشت میکنه تو ناف من. آقای دکتر نظرتون چیه؟ گفت محکم بزن رو دستش. خندید، گفت شما هیچ موقع چنین تعلیمی رو نمیدادید، مگه میشه؟ گفت بله، اون که چیزی درک نمیکنه، بزن که بفهمه. گفت آقای دکتر من اصلا بچه‌مو نمیزنم، من همیشه نازش میکنم، خود شما. گفت بله، اتفاقا رشته روانشناسی هم وقتی اینقدر تو این قسمت رفت جلو به بنبست خورد. لازم هست گاهی توبیخ هم بشه، لازم هست گاهی جریمه هم باشه. همون گونه که عرض کردم، ما آفریده شدیم بیاموزیم و گاهی هرچند
با مجاز ما، با موقعیت ما، با فکر ما، با روحیه ما، با شرایط ما خوب در نمیاد، اما توبیخ هم لازم هست، چون که جامعه ما به جایی میرسه که درش فقط فساد هست. به طور خاص ما که مسیح ایمان آوردیم این رو بدونیم. در طول 10 سالی که خداوند این کلیسا رو من داده، منم چنین اشتباهی کردم. من بیشتر با تعلیم، تشویق و تقویت کار داشتم، اما کلیسا آسیب خورد. چون روم نمیشد، چون خجالت میکشتم، چون نره من نگفتن سخت بود، چون سخت بود یه خادمی که میبینم با تمام دلش داره خدمت میکنه بعد بهش بگم تو این گناه رو کردی. همه میگفتن گناه کرده، ولی من باهاش کنار میمدم، میگفتم بذارید یه طوری باشه که به روحیش بر نخوره. نه تنها این باعث شد به خودش بیشتر آسیب بزنه، بلکه به کلیسام اتفاقا آسیب زد. پس بنابراین توی کلیسام توبیخم هست، چون قرار هستش که عذر میخوام. مهرطلب ها، عاطفه دزا، زود رنجا وقتی وارد کلیسا میشن قوی بشن، پر از امید بشن، پر از قوت بشن، از این به بعد باعث آزار خودشون و دیگران نشن. قرار نیست تو کلیسا یه عده بیان که این افراد زود رنج بشن، عاطفه دز باشن، مهرطلب باشن، چرا که تو خود کلیسا همه رو به هم میزنن. تو یکی داد میزنه، تو یکی صحبت میکنه، تو یکی میگه این لباس درست نیست، تو یکی میگه این نوع کلامت درست نیست، قهر میکنه، میگه من از این کلیسا رفتم، من با اون قهر هستم. بعد ما میبینیم اعضای کلیسای قرقرو داریم، قرقرو داریم، همشون با هم قهر میکنن، این با اون قهر میکنه، بعد قهر میکنن رو فیسبوک هم میرن برای هم دیگه مینویسن. این قرار نیست. مسیح ما رو نجات داده، ما قرار هست که جامعه سالم رو معرفی کنیم به ایرانی ها. قرار نیستش که اعلام کنیم که ما دوباره همون مریضی ها رو داریم. مسیح گفت من آمدم تا شما رو شفا بدم و اون میخواد ما رو شفا بده. ما در عشای ربانی جمع نمیشیم که مراسم مذهبی انجام بدیم، ما میایم تا خداوند ما رو تقدیس کنه، پاک کنه. آنچه که میبینم هنوز آسیب خورده هستم، میرنجم، میل به گناه دارم، توبه کنم. تو توبه کن، من توبه میکنم، منم گناه میکنم، منم اشتباه میکنم. ما توبه میکنیم، اما خدا ما رو تقویت میکنه. وقتی ما خودمون رو تقدیس میکنیم، خدا قدرتشو و قوتشو به ما خواهد داد که ما زندگی سالم داشته باشیم، تا مبادا یک نمونه بدی باشیم بر روی زمین. پس امروز این ما هستیم. به قول شاعر میگه خشت اول چون نهد معمار کج، بقیهش بشنوم. بله، تا سریا و دیگه ملیحه و نمیدونم همه تا همه دیگه همه کج میشه و به هیچ کس رحم نمی کنه. اما کلام خداوند به ما این هوشیاری رو میدهد که در زمان خطا توبیخ رو بپذیریم. در مزمور 94 7 الی 9 اعلام میکنه، اعلام میکنه، ببخشید این کلام خداست، هرگز کلام خدا قصد توهین نداره، با فرهنگ اون زمان داره صحبت میکنه. میگه ای احمق ها، اینجا یعنی ای بیخردان قوم، ای احمقان قوم، داره به اسرائیل میگه، قوم اسرائیل میگه، بفهمید. وای ای ابلهان، کی تعقل خواهید نمود؟ شمرده میگم، تعقل یعنی خرد، میگه کی خرد رو میخواید شما دریافت کنید؟ او که گوش را قرص نموده آیا نمیشنود؟ او که چشم را ساخت آیا نمیبیند؟ او که امتها را تأدیب میکند، یعنی تعلیم سخت میده، آیا توبیخ نخواهد نمود مانند خود والدین؟ او که معرفت را به انسان میآموزد. اگر خداوند معرفت را به ما میده، پس فضایی هست که ما را توبیخ کنه زمانی که اشتباه میکنه. همه ما به خوبی میدونیم که خداوند بهر هدفی مقدس انسان را آفریده، پس برای رسیدن به اون هدف چه بسا وقتی من خلافی میکنم میباید منتظر توبیخ نیز باشم. باز در کتاب امثال 3:11-12 میخونیم که سلیمان داره با پسر خودش اینگونه صحبت میکنه، میگه ای پسر من، تأدیب خداوند را خار مشمار و توبیخ او را مکروه یعنی بد مدار، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می نماید، مثل پدر پسر خیش را که از او مسرور می باشد. پس میگه اگر خدا پدر ما هست، ما را تعلیم میده، بهترین رو به ما میده، زمانی که اشتباه می کنیم توبیخمونم خواهد کرد و این گونه نخواهد بود که ما در همون سرشته باشیم، تعلیم بگیریم، تشویق بشیم، تقویت بشیم
و توی اشتباهات و گناهامون هم خدا ما رو بخوابونه، بگی بخواب الله فعلا موقع خوابه. بعد چشمونو باز میکنیم میگیم توی ملکوت خدا نیستیم. شخصی دوستشو انقدر بهش احترام میذاش و دوست داشت زمان تولدش براش کاری بکنه، میره براش یه بلیت کنسرت تئاتر کلاسیک میگیره که اونجا رقص باله بود و بدون که از اونم بپرسه میبره اونجا و سورپرایزش میکنه. اینم میره و دفعه اولش بوده. بعد بالاخره تموم که میشه این کنسرت رقص باله، میاد میگه خوشت اومد؟ میگفت آره خیلی خوب بود، چقدر آدماشون خوب بودن که میرقصیدن. گفت چطور مگه؟ میگفت همین که دیدن من خوابم همشون با نوک پاشون راه میرفتن. اگه خدا ما رو دوست داره نمیخواد ما بخوابیم توی گناهان خودمون. خدا من میخواد ما این هوشیاری رو داشته باشیم، مبادا به دام هلاکت نیز گرفتار بشیم. اما هدف کلام خدام این نیست که از ترس توبیخ ما خوب باشیم مانند مذاهب که میشناسیم، یعنی به خاطر جهنم من انسان خوبی باشم، به خاطر اینکه شکنجه نشم من انسان خوبی بشم. هرگز هرگز. خدا انسان را آزاد آفریده، خدا به او تعلیم میده تا در مسیر تعلیم زندگی سالم داشته باشه، اما خدا نمیخواد حتی من و شما به زور آدم خوبی باشیم. مطمئن باشید اگه این گونه بود شرح حال دنیا این گونه هرگز نمیشد. آلبرت انیشتین اعلام میکنه اگر مردم فقط به خاطر اینکه از مجازات میترسن رفتار خوب داشته باشن و امید به دریافت پاداش داشته باشن، پس ما مردمی بیچاره هستیم. این یک حقیقته. اگر من از ترس بخوام حتی خدا رو دوست داشته باشم، این اشتباه است. گاهی ما به علت عدم توجه عمیق به تعلیم خداوند خیلی ساده اندیشی میکنیم. برای مثال در رابطه با همین موضوع ایران و موقعیتی که درش هستیم، به یک داوری اشتباه گرفتار میشیم. حتما هممون شنیدیم که میگن ما که مسیح ایمان آوردیم داوری نباید بکنیم. مگه میشه ما داوری نکنیم؟ همه ما صبح که چشمانمون رو باز میکنیم داوری میکنیم، چرا که این مغز هوشیاری که خدای ما داده در جایگاهی ما رو قرار داده که ما مدام داوری خواهیم کرد نسبت به تمام مسائل، و این برای زندگی ما بسیار مفید هست که در این داوری قرار بگیریم. اما خداوند از ما میخواد که ما گرفتار داوری بد نشیم، که همدیگر رو برنجونیم و در یک جایگاه بدی قرار بگیریم. از این رو هست که به راحتی ما میشنویم متاسفانه کسایی که فکر میکنن اگر ما میگیم نظام اسلامی سرنگون باد، کسایی که فکر میکنن که ما اعلام میکنیم که این نظام نظام خوبی نیستش، پس در برابر ما قرار میگیرن میگن داوری نکنید، چه کار دارید به دولت جمهوری اسلامی، پس از کجا میدونید که این دولت بد هست، از کجا میدونید که اینها رفتن از اینها بدتر نیان، از کجا معلوم که خدا نمیخواد اینها باشن، تازه مگه ما سیاسی هستیم؟ اینا همه جملاتی هستش که متاسفانه ما میشنویم. با توجه به اینکه شاهد این همه ظلم و ستم همه ما قرار گرفتیم، اما میخوام بگم اتفاقا برعکس، کلام خداوند میگه اگر در برابر ظلم و ستم بی تفاوت باشیم ما گناهکار و محکوم هستیم. در کتاب امثال 24 23 الی 25 اعلام میکنه، از مردان حکیم میگه، سخن میگه، اعلام میکنه قاضی نباید. این رو بدونیم اتفاقا ما داوران خوب روی زمین هستیم، مگر غیر از این هست که اسم ما سفیران هست، کاهنان هست، نور و نمک هستیم. اتفاقا داوری این دنیا بر دست ماست، چرا که ما روح القدس داریم، ما به توسط روح القدس بهتر از هر کسی میتوانیم داوری بکنیم. میگه قاضی نباید در داوری از کسی طرفداری کند، هر کسی که به مجرم بگوید تو بیگناه هستی، هر کسی که به جمهوری اسلامی میگه ما به ما چه مربوطه، این از طرف خداست، هرگز جمهوری اسلامی از طرف خدا نیست، هرگز هیتلر از طرف خدا نبوده، هرگز انسان‌هایی که اومدن ظلم و ستم کردن از طرف خدا نبوده، از طرف خدا کوروش بوده. و خدا میتونه قلبی همچون مانند رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه رو لمس کرده باشه برای آبادانی کشور عزیز ما، اما بدی‌ها از طرف خدا نیست، چرا که کلام خدا میگه بیایید ببینید بچشید خدا نیکوست. پس چگونه میتونه بگیم بدی‌ها را خدا گذاشته؟ اعلام میکنه مورد تو بیگناه
اینو اگر از اول بخونم، اعلام میکنه که قاضی نباید در داوری از کسی طرفداری کند. هر کس که به مجرم بگوید تو بیگناه هستی، مورد لعنت و نفرت مورد قرار خواهد گرفت. اما شخصی که گناهکار را محکوم میکند، کامیابی و خوشی نصیب او خواهد شد. یعنی برعکس اون چیزی هست که متاسفانه بعضی از معلمین بر اصل اینکه نمیدونن، آگاه نیستن، دارن این رو اعلام میکنن. شاعری اعلام میکنه: نخواهی که باشد دلت دردمند، دل دردمندان برآور زبند. بنی که مردان آزاد گیر، چو ایستاده ای دست افتاده گیر. ما به راحتی نمیتونیم هر چیز رو به عنوان قوانینی بذاریم که متاسفانه دیگران به نوعی دیگه یاد گرفتن. من زمانی که در کلیسای ایران، کلیسای مرکز بودم، یک قانون رو کلیسای جماعت ربانی گذاشت و همه عزیزانی که الان شاهد هستن آگاه هستن، و این قانون این بود: به خاطر اینکه نظام اسلامی اجازه نمیداد مسیحی ها با فارسا ازدواج بکنن، اینو قانون گذاشت تو کلیسا و این اشتباه بود. این قانونی بود که خدا نداده بود. کلام خداوند میگه بین زن و مرد و این قوم و اون قوم، این ملت و اون ملت هیچ فرقی نداره، کسی که مسیح هم ایمان میاره به طور خاص. اما این قانون اشتباه رو گذاشتن. هرچند خود من یکی از معترضین بودم، اما هرگز خیلی اعتراضم رو بلند نکردم، اما بودن معترضین در اون زمان، تا اینکه این قانون انقدر ادامه دار شد که متاسفانه چقدر فارسوان‌ها و چقدر مسیحی زاده‌هایی بودن که عاشق هم بودن و به خاطر این قانون اشتباه انسانی نتوانستن با هم ازدواج کنن. حداقل دو تاشون رو می‌شناسم، هر دوشون الان مجردن و این گناهه. اما بعد از چندی در کلیسا، نمی‌خوام بیشتر توضیح بدم، کسایی که قانون گذار این موضوع بودن، خودشون همین به اصطلاح خلاف نبود، همین خلاف رو کردن و باعث شدن کلیسا از هم پاشید. ما هرگز نمیتوانیم قانون انسانی رو به جای قانون الهی و کلام خداوند قرار بدیم، چرا که دیر یا زود آسیب خواهیم خورد در این رابطه. حتی خداوند عیسی مسیح با کلام سخت با ملایان زمان خودش صحبت میکنه. اگر رجوع کنیم به انجیل متی 23 که وقت نیست نخواهم خوند، شما با این جملات نیز روبرو خواهی شد. ای که اعلام میکنه به فریسیان، صدوقیان، کاتبین، کاهنان در اون زمان، که اینها هم کنار کی بودن؟ اینها کنار دولت روم بودن و نفوذ داشتن، یعنی به نوعی دولتمند بودن، اونقدر نفوذ داشتن که عیسی مسیح رو تا پای صلیب بردن همین فریسیان. پس عیسی مسیح به نوعی در برابر این دولت هم ایستاده بود. این گونه نبود که ما تصور بکنیم که عیسی مسیح فقط نگاهش بود به مردم مذهبی و با اونها صحبت میکرد. اگر این گونه بود، مسیح هرگز روی صلیب نمیرفت. یعنی این قدرت رو نباید فریسیان و صدوقیان داشتن که عیسی مسیح رو روی صلیب ببرن. پس اونها هم به عنوان دولتمندان زمان روم نیز بودن. اعلام میکنه: ای ریاکاران، ای کسانی که اموال بیوه زنان را میبلعید. این خطاب مسیح هست به تمام فریسیان. ای کسانی که مانع دخول مردم میشید به ملکوت خدا، ای دلیل رفتن مردم به جهنم. پولس رسول رو اشاره بهش میکنن که در نامه رومیان 13 اعلام میکنه این خدا هستش که قدرت ها رو میذاره، حکومت ها رو میذاره. آمین که خدا قدرت ها و حکومت‌هایی رو که میذاره حکومت‌های خوبی هست نسبتا، ولی حکومت‌های مانند جمهوری اسلامی رو هرگز خدا نمیذاره. و اگر پولس رسول امروز بود در برابر این نظام میستاد. این رو من بیهوده نمیگم، میخوام از کلام خدا استفاده کنم در این رابطه. پولس رسول زمانی که برای بشارت به قبرس میره، با فرماندار رومی به نام سرجیوس ملاقات میکنه. جادوگری در کنار او هستش که حتی ادعای پیغمبری هم نیز میکرده که من پیغمبر هستم، و به نوعی میتونیم بگیم که در اصل مشاور او بوده، در اصل به عنوان یک دولتمند کنار اون فرماندار ایستاده بوده و داره صحبت میکنه، ازش مشورت میگیره. چرا اجازه داده بود این کنار او باشه؟ ولی زمانی که پولس رسول میاد و هدفش این هست که بشارت بده، این شخص جادوگر، این که نبی کاذب بوده، مخالفت میکنه. در اصل این شخص دولتمند
همان گونه که عزیزان دولت جمهوری اسلامی مخالفت با کلیسای بیدار ایران کرد. اعلام میکنه پولس رسول، حالا پولس رسول داره به اون شخص میگه، میگه ای پر از هر نوع مکر و خباثت، ای فرزند ابلیس و دشمن هر راستی، باز نمیستی از منحرف ساختن طریق راست. خداوند الحال دست خداوند بر تو هستش. این دولت جمهوری اسلامی ایمانداران مسیح رو زندان کرد، کشیش ها رو کشت، در کلیسا رو بست. آیا به من بفرمایید آیا این نظام اسلامی عملش بدتر بود یا این شخص جادوگر که زمانی که پولس داشت صحبت میکرده این میپیده تو صحبتش میگفته نه نه این حرفا درست نیست، کدوم بدتر بوده؟ نظام نه میخوام از همه تون بشنوم. نظام جمهوری اسلامی، پس همه با هم یک صدا بگیم سرنگون باد این نظام اسلامی در نام عیسی مسیح. آمین. خواهد شد. چرا؟ ببینیم بقیه‌شو چی میگه. اعلام میکنم الحال دست خداوند بر تو است و کور شده آفتاب را تا مدتی نخواهی دید که در همون ساعت قشاوت و تاریکی او را فرو گرفت و دور زده راهنمایی طلب میکرد. یعنی کور شد، حقیقتا کور شد و به دنبال جا میرفت. پس والی یعنی اون فرماندار چون آن ماجرا را دید از تعلیم خداوند متحیر شد. میدونید چی شد؟ میگه ایمان آورد. هللویا. اگر ما کلیسا، همه کلیساها، شبانان محترم کلیساهای دیگه، تمام کلیساها کنار هم بیستیم و برای سرنگونی این نظام دعا کنیم، این نظام سرنگون خواهد شد. ما ایمان داریم و مطمئن هستیم که خداوند در این قسمت همه ما رو برکت خواهد داد. مطالب بسیار هست، وقت نیست، نمیخوام بیشتر از این باشیم. باز اگر بشه بتونیم در دعا باشیم، بریم با هم دیگه. لطفاً نکته یا که مطرح کردیمون داشتیم. آیا عزیزان بروشور دارید؟ اونا که بروشور ندارن، کسی هستش که بروشور نداشته باشه؟ هر کی بروشور نداره لطفاً دستش بره بالا. لطفاً مطلب رو داشته باشیم. سپاسگزارم. چراغا رو روشن کنید لطفاً. چراغا رو لطفاً روشن کنید. سپاسگزارم. خدا آمد به دیدار دل من. خدا آمده به دیدار همه دلهای ما. خدا آمده به دیدار دل ایرانی ها. خدا آمد به دیدار دل من، بگفت آوردم بهرت دوایی. چون نوش جان کنی درمان نمایی، بگیر این جام هستی از کف من. بنوش آن را که آرامش بیابی. الان که میخوایم نزدیک سفره خداوند بشیم، سفره خداوند معناش برای ما یک رفتار سنتی نباید باشه. حقیقتا از دستان مسیح بگیرید، بگیرید برای سلامتی، بگیرید برای شفا. اما قبل از اون موضوع توبیخ رو فراموش نکنیم. اگر کینه‌ای به دلمون هست، اگر گناهی در زندگیمون هست، خواهش میکنم توبه کنید. من همیشه این کار رو میکنم. کشیش هستم اما خب آدمم هستم دیگه، اشتباه میکنم، گناهم میکنم. پس شما هم همینطور توبه کنید لطفاً. تعلیم خدا میده، تشویقمون میکنه، تقویتمون میکنه، اما توبیخ هم سر راه هست. با هوشیاری بپذیریم. شفای جسم را کم آرزو کن، زروح آزرده شو، زروح آزاد شو، عذر میخوام، زروح آزاد شو، آن را طلب کن. چو روحت با سلامت یار گردد، در هستی به رویت باز گردد. چو با من روحت و دم ساز گردد، در رحمت به رویت باز گردد. اگر خالصانه، صادقانه نزدیک سفره خداوند بشیم، مطمئن باشیم که آنچرا که میتونه ما رو تقویت کنه خدا به ما خواهد داد و نام خودش رو جلال میده. همه بروشور داریم؟ خب مطلب رو لطفا. عشای ربانی یادآور
عزیزان قسمت بعدی رو پر کنید. خودکار جلوتون هستش. اینم میتونید به دیگران تعلیم بدید. ما این کارو میکنیم که شما بتونید به دیگران هم تعلیم بدین. در گذشته از که یاد میگیم تعلیم خداوند عیسی مسیح برای نجات و رستگاری، تشویق کلام خدا برای زندگی پاک و سالم، تقویت روح القدس برای ایجاد حکمت و عدالت و محبت حقیقی هست که از ذات خدا نشأت میگیره، توبیخ گناهکاران برای توبه و تقدیس و رهایی از هلاکت هست. و تمام این مسیر دلیلی خواهد شد که ما در جایگاه درست نیز قرار بگیریم. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم داشته باشیم. من فکر کنم صدای من قطع شد. نامه کلوسیان 3:12-14. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. آمین. امروز همه ما نمونه اون چیزی هستیم که خدا خواسته و خداوند ما رو میخواد بفرسته بیرون از این کلیسا، مردانی که دردمند هستن، مردان و زنانی که خسته دل هستن، افسرده هستن، نیاز دارن، تا ما دلیل سلامتی و آرامش از طرف مسیح برای اونها بشیم. و اگر ما در این موقعیت در اشتباهها در گناهانمون بمونیم، هرگز نمونه خوبی نخواهیم شد. همون گونه که شاعر میگه چشم گیتی توی مرا در خواب، فرصت از دست میرود دریاب. پیام عشای ربانی این است که در کنار تمام برکات که خداوند برای ما مهیا کرده نیز بتونیم طوری زندگی کنیم که مبادا توبیخ بشیم از طرف خدا و زندگی به هم ریخته و گناه آلودی داشته باشیم. آمین. لطفا لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. Just so, it's your name.
جز تو هیچ کاری نداری.